سلام عرض می کنم خدمت دو گوینده موفق تلویزیون آریانا، سونیتا جان و سوفیا جان، خدمت دوستایی که لطف می کنن این برنامه رو تهیه می کنن و خدمت عزیزایی که لطف می کنن سوال می پرسن تا ما برشان جواب بتم. خدا کنه که رمضان خوب سپری شوه. امروز درباره پاکستان صحبت می کنیم، پاکستانی که قبلا تعیین شده بود و شما هم سوالی کردین، به سوال شما جواب خواهد دادیم. یکی از دوستای من گفته که دکتر صاحب، همی پاکستان چرا ایجاد میشه؟ پاکستان دلایل بسیار زیاد داره، یک بحث بسیار کلان است، ولی یکی از کلانترین علتاش اینه میست که افزایش وزن. وقتی که سن از 50 بالا میره، خصوصا از 65 بالاتر میره، استپروزس یا پاکستان ایجاد میشه. پاکستان یک مرض فوق العاده معمول است و خصوصا در افغانستان، نظر به تجربه دکتری که دارم، پیش دختر خانم ها، پیش خانم ها، پیش زن ها بالاتر از 50 زیادتر ایجاد میشه. هر چند در کتاب ها معمولا، در کتاب های اریسن و کرنت معمولا گفته شده که از 65 به بالا، ولی در افغانستان این پاتولوژی فرق میکنه. حتی امکان داره که بعد از 50 سالگی پیش خانم ها ایجاد شود که عادتشان فوق العاده زیاد است. و دلیلش هم این است که وقت استخوان یک قانون داره که از یک طرف جذب میشه، از طرف دیگه دوباره تولید میشه. وقتی که تولید یا ترکیب استخوان کمتر شد و جذبش زیادتر شد، میره به طرف از اینکه پوکی استخوان ایجاد شود. پوکی استخوان معمولا 25% پیش خانم ها هست، 17% پیش مرد ها هست و هر چقدر که سن زیاد شده برای با جمعیت فاکتورهای دیگه که داره، آمقا پوکی استخوان پیش از افراد بیشتر ایجاد میشه. چیز سبب پوکی استخوان میشه؟ نظر به میکانیزمی که من قبل گفتم، در سوال قبلی گفتم، هر او زمانی که جذب یاری خود استخوان جذبش زیادتر شود، یعنی کاملا یک پروسه طبیعی است. استخوان از یک طرف تولید میشه، ترکیب میشه، از دیگر طرف جذب میشه. هر زمانی که جذبش زیادتر شود، ترکیبش کمتر شود، میره به طرف از اینکه پوکی استخوان ایجاد شود. معمولا پوکی استخوان در نواحی سفنجی استخوان ایجاد میشه و میتونه هر استخوان باشه، ولی معمولا در استخوانایی که ما استخوانی که نهایی زانو را وصل میکنه، ساق باران وصل میکنه، او استخوان معمولا بیشتر ایجاد میشه و جمعی سایر استخوانهای دیگه. دلایلش فرق میکنه. دلایلش میتونه یک پوکی استخوان میتونه سبب امراض باشه، مثلا کسایی که تایروکسین زیاد استفاده میکنن، مثلا جاغور دارن و اینا مجبور هستن جاغورشان، غده تایرویدشان کمتر تولید داره، اینا مجبور هستن که هورمون تایروکسین از بیرون بگیرن. هر زمانی که اینا بیشتر بگیرن، میرن به طرفی که پوکی استخوان ایجاد شود. کسایی که هپارین استفاده میکنن، مثلا احتیاط کسا هستن، یا وارفارین استفاده میکنن که اسکیمیای قلبی داره و به صورت دوامدار به یک مدت زیاد اینا باید کل عمر خود رژیم اسکیمی را بگیرن که وارفرین جزء از وس وارفرین که خودش القهر از بین میبره، یعنی اسکیمی ها نمیمونه ایجاد شوه. پیش از وای امکان داره که امی پوکی استخوان ایجاد شوه. کسایی که از استروئید استفاده میکنه، از کورتیکوستروئید استفاده میکنه و سایر دوای دیگه، کسایی که میرگی دارن یا اپلپسی دارن، از دوای اپلپسی استفاده میکنن، میشه پوکی استخوان پیش ایجاد شود. در یک تعداد واقع حتی دلایلش نامعلوم است، از نوع ایدیوپاتیک است که دلیل برش معلوم نمیشه. در بعض واقع خود تولید زیاد هورمونای تایروکسین که خود بدن رو تولید کنه، یا هایپر تایروئیدیسم، یا وقتی که غده تایروید یا غده دورقی زیادتر هورمون تولید میکنه، تایروکسین زیادتر تولید میکنه، او زمان است که باز خود چون تایروکسین زیاد است، خود از این زمینه ساز میشه، مسبب میشه به خاطر از اینکه پوکی استخوان ایجاد شوه، یا هایپر پاراتایروئیدیسم که بس زیاد پروفشنال و مسلکی نشه. از او خاطر فکر میکنم منقدر مثال کفایت میکنه که هر کدام از این امراض میره به طرف از اینکه انسان به طرف پوکی استخوان بره. یکی از چیزهای خوب دیگه، مثالای خوب دیگهش کمبود هورمونا هست، مثلا کمبود استروژن پیش خانم ها، کمبود اندروژن پیش مردا، خود از یوم میتونه که سبب از این شبه که پوکی استخوان ایجاد شود. بالا رفتن سنی که من در اول گفتم، جنس که معمولا پیش زن ها این مرض بیشتر است، استفاده از کانتراسپتیو بیش از حد میتونه که سبب پوکی استخوان شود. یکی از خواهرای ما گفتن که مادرم 50 ساله است و همیشه از درد استخوان شاکی است و همیشه استخوانایش مشکنه، آیا دلیلش امی پوکی استخوان است؟
یک وصف سا واضح پاکستان است که کسایی که استوپروزس یا پاکستان داره زودتر نسبت به دیگرها دست و پایشان میشکنه، زودتر به دیگر نسبت به دیگرها وجودشان استوانه وجودشان امی که با کمترین فشار مواجه شد میشکنه و یک دلیل واضحش است. و ما در شما در اکسن هست پینجا که یک ریسک فاکتور خوب میتونه به خاطر ایجاد از این مرض باشه. شما انشالله به دکتر مراجعه کنید، تشخیص شما تا اندازه قطعی است، ولی بازم دکتر صاحب بعد از اینکه معایناتش میبینه، بعد از اینکه تاریخچه میگیره، باز خود به تشخیص خاطر رساندن که آیا واقعا مادر شما به مرض مصاب هست یا نه. چطور بفهمیم که یک شخص پوکی استخوان داره؟ کسایی که معمولا پوکی استخوان داره، همه قسم قبلا گفتم اینا هم درد میداشته باشن و هم پایشان، دستشان یا هر ایسی از وجود بدنشان زیادتر میشکن. حتی بعض وقتا چندین کسر در وجود از یا ایجاد میشد، چرا که استخوانشان پوک شده دیگه، پوکی شده، یا نفهم استخوانشان حجمش کمتر شده، حجراتش کمتر شده، با یک فشار نسبتا کمی هم که مواجه میشه به طرف شکستگی میره، درد مفاصل و شکستگی عظام در قسمت های مختلف بدن میتونه خودش یک مشخصه خوب به خاطر پوکی استخوان باشه. جمع معایناتی که دکتر صاحب انجام میدن و جمع تاریخچه که دکتر صاحب میگیرن و خود را به این تشخیص میرسانن که شخص مورد نظر پوکی استخوان داره. این برنامه امروز ما بود، تا برنامه بعدی بدرود.